مجموع مقادیر قابل قبول برای M کدام باشد تا رابطه F تابع باشد بچه ها اگر معلفه های اول با هم برابرن باید معلفه های دوم هم با هم برابر باشن پس می نویسم M2 مساوی است با 3M من های دو این دوتاری میارم این ور میشه M2 من های 3M به اضافه دو مساوی صفر دو تا ام دارم چون مجموع ضربم صفره یه ام میشه یک یه ام میشه سی آم که میشه دو من باید جفت اینا رو جایگزین کنم اگر ام من یک بود تا به این شکلی میشه میشه یک و یک منفی یک و دو یک و سه یکی تا تا منهای دو میشه دوباره یک یکی هم میشه منفی دو و یک به اضافه یک میشه دو دقیقه بچه ها الان یک و یک عضو تکراریه یک شو بیرون الان توی این حالت این منفی دو این یک این منفی یک معلف های اول من تکراری نیستن پس ام میتواند یک باشد میرم سراغ ام مساوی دو ام رو جایگزین کنم این میشه یک و چهار بعدی میشه منفیه دو به توان میشه چهار رادیکال چهار که میشه دو منفی دو و دو بعدی یک دو سه تا شش تا من های دو میشه چهار میشه یک و چهار بعدی هم میشه منفی دو و اگه دو دوی دو یک میشه سه بچه ملاحظه میکنید توی این دو تا زوج مرتب معلف های اول با هم برابرن این منفی دو این هم منفی دو اما معلف های دومشون دو با هم برابر نیستن این دو این سه پس این نمیتونه تابه باشه یعنی شما باید گزینه شماره دو رو فقط ام مساوی یک رو علامت بزنید